درباره حدیث شروسی و شماسی اون سندش را می گفتن. ببین دو سند دارد. سند اول سلیم بن قیس حلالی از حذیفه یمان از سلمان از امیر المؤمنین علیه السلام، ارسالی در کار نیست، مرسل نیست. سند دوم بله زراره از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام، ایشان از امیر المؤمنین علیه السلام. بازم نه انقطاعی در کار و نه ارسالی در کار. بله. فرق از بین انقطاع و ارسال، ارسال اینه که صحابی مذکور نباشه. آقای محسنی کتاب نمیشه در علم رجال فرق منقطع یا کتاب نمیشه احادیث معتبره، و این قدر نمیداند که حدیث مرسل با حدیث منقطع فرق میکنه. مرسل به هر منقطع نمیگوین، اون منقطع که راوی از خود معصوم محذوف باشد به با اون میگن مرسل. مثلا سعید بن جبیر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت کنه، اکرمه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت کند، تابعی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت بکند، صحابی مذکور نباشد به این مرسل میگویند. منقطع اونه که غیر الصحابی در بقیه سلسله روات انقطاع باشد، یا کسی محذوف باشد مذکور نباشد، او را منقطع میگویند. این مطلب را خب حالا این مسئله مهم نیست، یک اصطلاحه، اما همین اصطلاح را اینا نمیدانن، میگه مرسل منظورشان منقطع. این خیلی زیاده. کتاب شیخ آصف احادیث معتبره نوشته، خودش اصلا از علم حدیث بو نمیبره. روزگاره کتابش، تازه کتاب سالم انتخاب شده.